وزارت اقتصاد برای کاهش فقر در کشور پنج زون اقتصادی را ایجاد میکند مثلا در این وزارت میگویند که این زون ها در ولایت های شمال غرب جنوب غرب شرق و جنوب شرق کشور ایجاد خواهند شد هدف از ایجاد این زون ها جلب سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد فرصت های شغلی در کشور است در همین رابطه بیشتر صحبت می داشته باشیم با محمد محفوظ فقیری استاد دانشگاه که در برنامه حضور پیدا کردن استاد سلام سید خوش آمدین به برنامه شما هم گزارش را دیدین بیاین از اینجا بحث را آغاز بکنیم که چرا گلیم بیکاری از افغانستان هیچگاه بچیده نشد به نام خدا عرض سلام و درود خدمت شما خدمت تمامی بنندگان تلویزیون طلو امیدوار همه مردم افغانستان تندرست و سلامت بده باشن اساسا بعضی بیکاری در افغانستان یک معذلی هست که از گذشته تا به حال ادامه داره نه تنها در حکومت فعلی افغانستان که در حکومت گذشته افغانستان هم بیکاری و دها معذل اقتصادی بیداد میکرده مشکلات وجود داشته و امروزه هم بیکاری نهایتاً هات هست که تابع به عوامل و مسائل مختلفی هست که میشه در ادامه بس با اون مسائل اشاره بکنیم درست. و بیشتر بپردازیم درست استاد خب حالا به خاطر اینمی مشکل وزارت اقتصاد گفته که برای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور زونهای اقتصادی ایجاد میکنه میتونه راه حل باشه ما فکر میکنم برنامه ای را که پیش رو داره حکومت کابل و به صورت خاص وزارت اقتصاد فکر میکنم اینا میتانش از جمع شروطی لازم بوده باشه اما از جمع شروطی کافی نیست طبیعتاً چون این برخورت هایی چون این برنامه های میتانه مفید واقع شوه و عمل نیک هست پسندیده هست در کنار این مسائل عواملی هست که به او هدفی که این برنامه در نظر گرفته شده عوامل هست که میتونه مقدم بر این مسائل بوده باشه و ما فکر میکنم اگر حکومت کابل روی این عوامل نیز غور و بررسی داشته باشه طرح و آجنده و برنامه داشته باشه باز در او صورت میتونه چون این برنامه های, برنامه کارایش بیشتر بوده باشه اگر بیشتر بپردازیم بر این مسائل به نمونه بحثی چیزی که بسیار تاثر وارد میکنه بحثی ثبات سیاسی در افغانستان است که ما از گذشته های دور تا اکنون ثبات سیاسی را در افغانستان تجربه نکردیم در زمان حکومت جمهوریت هم او ثباتی که در افغانستان یک ثبات نسبی که وجود داشت کاذب بود و به او اندازه‌ای که ضرورت بود و ضرورت اجاب میکد تا سرمایه گذاران خارجی بیا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن به او اندازه به او تناسب ما لازم را تجربه نکردیم در کنار این مسئله باسی برخورد با مسائل اقتصادی هست متغیرهای اقتصادی از جمله برخورد با سیستم های ارزی در کشور که تاثیر روی نرخ ارز داره و طبیعتا تاثیر وارد میکنه روی بحث سرمایه گذاری در افغانستان روی نرخ بهره یا نرخ سود طبیعتا یکی از پارامترهای اقتصادی هست که تاثیرات قابل ملاحظه را میتونه داشته باشه و انوز برخورد با این مسئله و آنچه که مردم افغانستان باور دارند و بحث سود و این مسائل برخورد لازمی با این مسائل هم صورت نگرفته مسائل دیگه باید. اگر اجازه بتین بحث تورم نرخ تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی هست که تاثیر بر سرمایه گذاریها ها چی در سطح داخلی چه در سطح خارجی چی بر سرمایه گذاریهای های مستقیم خارجی چه غیر مستقیم خارجی روی انواع و اصناف گوناگونی سرمایه گذاری تاثرات خود را داره و انوز برخورد لازمی با این مسائل ما شاهدش نیستیم و امچنان اگر یک, یک, من یک متغیر دیگرم خدمت شما عرض میکنم که نهایت مهم هست بحث بازار مالی در افغانستان انوز وضعیت خوشی نداره شما مثلا بانک ها را ببینین ایجگاهی آلتش بیبود پیدا نکرده سرمایه از کجا؟ توسعه پیدا میکنه از کجا تمرکز بحثی است که گسترش پیدا میکنه از پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری سوق داده میشه و انوز بحثی بانک ها به این یک مشکل بسیار بسیار جدی هست و این ازل تانوز در افغانستان حل نشده اگر از من پرسان بکنین که بدترین ایامی را که شما بعد از حکومت جمهوریت شما سپری کردین کدام ایام بودم به پاسخ ما به شما خواهد بود که امو ایامی هست که ما در پشت در دروازه های بانک مثلا منتظر بودم به عنوان نمونه اگر شما 5000 افغانی در بانک داشته باشین ما فکر می کنم که شما ترجیح میدین اونا در حساب جاری یا حساب پسنداز شما باقی نمانه بلکه شما در نزد خود دوست دارین دو که داشته باشین درست با توجه که با اینی موضوعات برخورد لازم صورت نگرفته چطور فکر میکنین وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که حالا زنای اقتصادی را ایجاد بکنه ما فکر می وزارت اقتصاد افغانستان دو تا هدف داره <applause> یک هدف کوتا مدت هست که ممکن هست به اون نائل شود و او هدف ای هست که اون فشار روانی را که مردم به لحاظ فقر و بیکاری و و بسا مشکلات اقتصادی احساس میکنه ممکن هست با چنین برنامه ها با چنین اقدامات و با چنین ترهایی بتانه از این فشار روانی تا اندازه بکاه و اما در بلند مدت اینا میتونه به همان طوری که به شما گفتم مفید واقع شوه ولی تابع به یک سری عوامل دیگه هست که بازو میتونه که اگر کار روی زو صورت نگیره شاید منتج به نتیجه مطلوب نشه استاد کارشناسان اقتصادی دو تا موضوع دیگر هم برش اشاره کردن دو مشکل را گفته وجود داره یکی که حکومت فیلی را هنوز هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و ای سبب میشه کمپنی های بزرگ خارجی نیاین و سرمایه گذاری نکنن و دیگری که برای ساخت زونها ایجاد زیربناها و ساخت سرکا و سیستم آبرسانی خیلی گفتن مهم است و باید تقسیم بدی نمره ها تقسیم بندی شود دو تا مشکل واقعا مشکل ساز است دقیقا آنچه که ما به شما عرض کردم از بود داخلی اشاره داشتم و فرصت نشد که روی بود خارجی هم اشاراتی می داشتیم از لحاظ بود خارجی طبیعتا روابط ما با منطقه و جهان و کشورهای امسایه تاثیر بر این مسئله داره اگر قرار بریزی شو که هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناسه و شرایطی موجود تداوم پیدا بکنه طبیعتا سرمایه گذار دیگه ممکن هست آزیر در شرایط موجود به آزیر به سرمایه گذاری نشوه چرا سرمایه گذارها همیشه به دنبال کسب سود هستند به دنبال مفاد هستند اگر بسترسازی لازم برایشان در یک کشور صورت نگیره و کشورهایی که اونا از او کشورها میاین مثلا سرمایه گذاری میکنن روی خوشی نداشته باشه طبیعتا مشکل خواهد بود به ویژه سرمایه گذاری خارجی که بخش عمومی را احتوام میکنه و از طرف دولت ها و از طرف سازمان های بین المللی مثلا در کشورهای میزبان صورت میگیره این سرمایه گذاری ها قطعا به چالش هست و در کنار ریزی که سرمایه گذاری های بخش های خصوصی که اشخاص حقیقی و حقوقی اینا سرمایه گذاری میکنن این هم مشکلات خود را میداشته باشه طبیعتا این مشکل هم جدی هست و در کنار ریزو بحثی زیر ساخت و مسائلی را که کارشناسانی اقتصادی به با او بارمند هستند طبیعتا تاثیرات خود را خب استاد به خاطر که حالا نمی تصمیم را که وزارت اقتصاد گرفته ایجاد زنها را بتانه موثر تمام شود در نخست چی لازم است باید انجام بدن؟ ما فکر می کنم اولا خوب برخورد با متغیرها و معلفه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی هست که باید دیده شود که با این متغیرها چگونه برخورد صورت میگیره بعد ما میتونیم بگوییم که چیکار کار باید صورت بگیره و چی کاری هم صورت نگیره اگر ما تمام تمام هایی را که لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح هست ثابت فرض بکنیم و مطلوب فرض بکنیم یعنی یک نگاهی کاملا خوشبینانه به این مسائل داشته باشیم در او صورت ما فکر میکنم که تاثراتش مطلوب خواهد بود روی انتقالات انتقال فناوری در داخل کشور میتونه مثلا مفید واقع شود روی بحثی ارز و وارد شدن ارز در داخل افغانستان میتونه مفید واقع شود روی بحثی اشتغال زایی در افغانستان مفید واقع شود و مسائلی مثل کاهش فقر و صدها درد و آلا میره که مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تجربه میکنه میتونه مفید واقع شد. اگر باز نگاه ما با این مسائل بگونه ای بوده باشه که بدبینانه بوده باشه یعنی ما تمام اون متغیرهایی را که خدمت شما ورز رساندیم اینا با این متغیرها برخورد لازم صورت نگیره طبیعتاً باز ما گفتم میتونیم که او تاثری لازمی را ندارد در کل ما گفتم میتونیم که قبل از که با این مسائل ما این مسائل روی دست میگیریم که چقدر باز بودجه را این مثلا در بر میگیره و مسائلی که هست بله. قبل از این ما فکر میکنم باید با متغیرهای دیگه برخورد صورت بگیره تا بر اساس زو بتانه چون این طرحای بسیار مفید واقع شود بسیار زیاد تشکر استاد ممنون که در برنامه حضور سلامت باشید ممنون شما سلامت باشید